سلام عرض میکنم خدمت شما خانم روز عزیز، سرکار خانم کشیپور، استاد عزیزم، خانم دکتر میلانی عزیز، دوست بسیار عزیزمون. من خیلی خوشحالم بعد سالها هدیه جون رو میبینم. من یکی از یعنی افتخار شاگردیشون رو داشتم و حالا تو گروه رقصا، اجراها، تو تالار وحدت انواع رقصا رو و بسیار خوشحالم و جز افتخارات سرزمینم هستم به عنوان یک بانوی ایرانی که فرهنگ و رقص ایرانی رو گسترش دادن و جنگ کردن و در این راه سختی های زیادی کشیدن که حداقل این رقص رو به نسل های بعدی بتونن ادامه یعنی همین راهشون ادامه داشته باشه. ما هم به عنوان نماینده های ایشون حالا در سرتاسر دنیا، در ایران، بتونیم ذره‌ای از زحمت های ایشون اگه جبران کنیم، این باعث افتخاره. و با کسی که واقعا تو این زمینه هستش، در زمینه رقص واقعا عاشقه و عشق به این کار داره و مطمئنم کسایی که شاگرداشون هستن با عشق کار میکنن و من خیلی تلاش زیادی کردم با عشق و جنگیدم وارد گروه خانم کشیپور شدم. اوکی عزیزم نسمی، یعنی واقعا خیلی زحمت عزیزم هنوز هم آزدی رو بگو زیبایی میرسی. بله حالا نمیدونم اگه مورد قبول شما باشه، حالا سعی میکنم، حالا دوره های مختلف رفتم و بازم دوست دارم شاگرد شما باشم، ولی چون رقص پایانی نداره، هنر پایانی نداره و این همچنان ادامه داره و همیشه اون حرف شما یعنی تو گوشم هستش. وقتی اجرا میکنم دوست دارم اون حرکت های کلاسیک که میگفتید بچه شلوغش نکنین حرکت ها رو، زیاد اشفه نیایید، که حرکت رو از اون حالت جلف داشته باشه تو گوشمه. و وقتی هم اکثرا من رقص های ایرانی که اجرا میکنم، حتما اون رقص های میگن سرسنگین سنتی ایرانی که توش ریتمش یه جوری باشه که حزین باشه و واقعا اون سنت ایرانیمونو بتونه بازو کنه برای همه بیننده هاش، اون اجرا میکنم و این همیشه تو گوشم هستش که صحبت ها، نصیحت های شما را. و این واسه من خیلی افتخار بزرگیه و دوست دارم بازم شاگردتون باشم. اصلا من نمیدونستم که شما کلاس های آنلاین دارید و دوست دارم بازم یاد بگیرم. و سوال من اینه که از هایده جون عزیز که این تا کجا میتونه، ببینید رسالت ما تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و این رقص ایرانی آتیش چیه، آیندهش چیه؟ میخوایم که همینو همینطور سلسله وار بشناسونیم به کل دنیا، یعنی چیزی که همیشه باعث افتخار یک ایرانیه که رقص ایرانیشو اجرا کنه و بگه این هنر ماست و اون موسیقی ها، اون سازهایی که با نشان دهنده رقص ایرانی، دستگاه های مختلف، و ما میخوایم ادامه دهنده راهتون باشیم و این رسالت ما رو چه پیشنهادی میکنید؟ نصیحتتون، توصیتتون چیه برای ما؟ نسی جان، همونطور که گفتم باید پیشرفت کنید توی این و به نظر من انتخاب آهنگ و ریتم به تو این حرکت رو میده که حرکات جدید رو بیافرینی حتی برای اون ریت. برای همینه مثلا این آخرین اجرای من واقعا یه حرکت جدیده که اگه بشه که من دستگاه های ایرانی رو همراه با حرکت به تصویر بکشونم، این خیلی خوبه که بعد یکی بیاد با ماهور برقصه یا دشتی یا اصفهان، میدونی این خیلی تخصصی میشه و تو این کار بری جلو خیلی خوبه، چون هم دستگاه ایرانی رو میتونی نشون بدی، دستگاه های ایرانی رو، هم نوع سازش رو میتونی نشون بدی، تنبور، سنتور، میدونی اینا رو به جهانیان نشون بدی.